رساله پولس رسول به تیتوس تیتوس فصل اول این رساله از طرف پولس بنده خدا و رسول عیسی مسیح است. من وظیفه یافتم که ایمان برگزیدگان خدا را تقویت کنم و حقیقتی را که با خداشناسی یکی است بیان نمایم. این حقیقت بر اساس امید به زندگی ابدی است. خدا که هرگز دروغ نمی گوید در ازل وعده آن زندگی را به ما داد و در زمان معین آن وعده در پیامی که اعلام آن به امر نجات دهنده ما خدا به من سپرده شد آشکار شد. به تیتوس فرزند حقیقیم که هر دوی ما در یک ایمان شریک هستیم از طرف خدای پدر و مسیح عیسی نجات دهنده ما به تو فیض و سلامتی باد. تو را برای این در جزیره کریت گذاشتم تا کارهای باقی مانده را سر و سامان دهی و چنان که شخصا به تو امر کردم رهبران برای کلیساها در هر شهر تعیین کن. رهبران باید اشخاص بی عیب و بی آلایش و صاحب یک زن و دارای اولاد با ایمانی باشند که نتوان آنها را به هرزگی و سرکشی ملامت ساخت. زیرا رهبر کلیسا چون مسئول کار خداست باید بیعیب باشد، نه خودخواه، نه تندخو، نه مست باده، نه جنگجو و نه پول پرست، بلکه باید مهمان نواز، نیکخواه، روشنبین، عادل، پاک و خیشتندار باشد. باید به پیامی که قابل اعتماد و با تعالیم صحیح یکی است محکم بچسبد تا بتواند دیگران را با تعلیم درست و صحیح تشویق کرده و مخالفان را جواب دندان شکن بدهد. زیرا مردان سرکش، پرگوی و گمراه کننده بسیارند. این اشخاص مخصوصاً در بین نو ایمانان یهودی نژاد پیدا می شوند. لازم است که زبان آنها بسته شود، زیرا به خاطر تحصیل سودهای ننگاور با تعلیم چیزهایی که نباید آنها را تعلیم داد خانواده ها را تباه می سازند. یکی از پیامبران کریتی که یک نفر از خود آنهاست گفت اهالی کریت همیشه دروغگو و حیوانهای پلید، پرخور و تنبل هستند. این درست است. به این دلیل آنها را سخت سرزنش کن تا در ایمان سالم باشند و به افسانه های یهود و احکام مردمانی که حقیقت را رد کردند گوش ندهند. برای پاکان همه چیز پاک است، اما برای کسانی که آلوده و بی ایمان هستند هیچ چیز پاک نیست، زیرا هم افکارشان و هم وجدانشان آلوده است. ادعا دارند که خدا را میشناسند، اما اعمالشان این ادعا را رد میکند. آنها نفرت انگیز و نافرمانند و برای انجام کار نیک کاملا بیفایده هستند.